های دینم یکم دیگه میموندین دیگه عزیز دلم. سفارش داریم حسنا، باید برای شب 150 فرس برای تنبیه. بریم دیگه. تو هم هی عجله کن عارفه. چی شده ماما؟ حالت خوبه ماما؟ میدونید که ماه می دیگه. حسنا ای بابا مامان، تو هم هر سال این موقع همش گیر میدی میگی میمیرم میمیرم. آره ولی امسال دیگه روتونو سیانه میکنم دخترم. حسنا خدا نکنه آبجی. آره. من میمیرم شما هم میشینید سر قبرم زار میزنید. آفرین به تو عارف. مگه من چی گفتم آخه؟ شما بریم به کارتون برسیم. بریم شب میبینم از حسنا. مامان میبینم. خدافز پسرم. عارفه جیوان جان، اگه میخوای تو بمون خواهر و برادر با هم حرف بزنیم. خیلی کار دارم آبجی، شب حرف میزنیم. بریم بچه بریم. صبح بخیر استاد. صبح بخیر. صبح بخیر. خوشخنده ای من، یکم دیگه کفش سیندرلا رو برمیداریم. چی؟ خاله بهیه کفش رو گذاشته همونجا، الان میرم براشو میدارم. آخیش فریده باید بپوشیشون ها. باشه بابا نمیپوشم. خیلی خوب باشه، مشکلی نیست، حل میشه. خسته نباشین. جیوان دلمون برای تنگ شده بود. آره بسر خدش جمال. خیر باشه جیوان. یه چیزی لازمم شد شوهر خواهر واسه رستوران. یادگار یه دقیقه بیا. خیلی کار داریم، باید کارمونو بکنیم. تو برو دخترم، چند دقیقه چیزی نمیشه، برید. تو برو آشپزخونه جیلان، برو دخترم. چی میخوای؟ یادگار ولم کن جیوان، چه حرفی مونده؟ از چی حرف بزنی؟ مونده یادگار مونده؟ با چشمای خودم دیدم، دیگه چی میخوای بگی؟ میدونم دیدی، ولی اون چیزی که دیدی به من ربطی نداره. من اون کارو نکردم. پس کی کرد؟ یادگار من به تو اعتماد کردم جیوان، حرف تو باور کردم. تو گفتی نترس، من کنارتم. خودتم میدونی که هیچ کس برای من از تو مهمتر نیست. یکم آروم باش یادگار. اصلا ولش کن، از اون خونه میخوام بیام بیرون. کجا بری؟ خونه میگیرم. یادگار اینجوری نکن. نمیخوام تو اون خونه باهات روبرو بشم. یادگار باشه برو، اصلا برو اون سر دنیا، ولی من باز ولت نمی کنم یادگار. اگه پیدام کردی ولم نکن. یعنی میخوای بگی هیچ جوره تو اون خونه نمیمونی؟ نمیمونم، نمیخوام بمونم. خیلی خوب باشه، من میرم، تو نظم زندگی تو به هم نزن. باشه آچک دخترم، خبری از کفشا نشد؟ نه عمی، تو عمر کار گذاشتی، منتظریم ببری بریش داره. آی خدا. آی خدا. آبجی دخترم. آی خدا، خواهش میکنم بدون درد جونم رو بگیر. خدای من. وای بذار ببینم. تو داری عرق سرد میکنی، به خدا این دختر حالش خوب نیست. آبجی برای دمنوش دم کنم؟ امه، اگه من چیزیم شد. زبونتو گاز بگیر حسنا، تو هنوز جوونی، ول کن این حرفا رو، ما قبل از تو رفتنیم.
آخه این چه حرفیه تو میزنی صالحه؟ هنوز نوه هامو ندیدم، خوشبختی بچه هام هم ندیدم. قرار بود با بهایدین بریم گردش، همش رو دلم موند. نمونه آبجی نمونه، بگو چی میخوای هان؟ چی میخوای؟ اگه الان بمیری چی برای تو عقده میشه؟ هاچک جان تو سر جایی خورده انگار. نه امروز روز مادر آبجی، هر چی بخواد انجام میدم، خیلی هم ثواب داره. توبه جشن گروهی. چی؟ قشنگ کل میکشم ولی نمیتونم خودمو تکون بدم. گفتی جشن گروهی؟ آره. نمیشه، هیچ جوره نمیتونم انجامش بدم، الکی خودمو تکون میدم. حسنا جیوان تو مراسم فارغ التحصیلی من شرکت کرد ولی ما نتونستیم بریم جشن اون. خیلی خوب آبجی، شادی گروهی، جشن فارغ التحصیلی، دیگه چی میخوای؟ یه خاطره هم میخوام، میخوام یه خاطره ای باشه که بچه هام همیشه منو یادشون بمونه. اونا بچه ها تن حسنا، مگه میشه تو رو یادشون بره؟ آره عمه، ولی مادرها دوست دارن تو ذهن بچه هاشون بمونن. وقتی بچت که تازه به دنیا اومده با انگشتای کوچیکش دست تو میگیره، اینجوری انگشتاتو میچسبه، بعد بزرگ میشه و میره، تو همونجوری اونجا میمونی، فکر میکنی اون بچه کوچیکی که انگشتاتو اونجوری چسبیده بود دیگه هیچ وقت ولت نمیکنه؟ نه عمه نه، اگه آبجی حسنا مادر عارف و جیلانه، مادر منم هست. آبجی تو مادر منی، تو خواهر منی. آبجی حسنا قشنگ، تو هرچی بخوای من تک تک خودم انجامش میدم، تک تک باشی؟ خالی حسنا عزیزم برو. من آمادم ماهر. باش آبجی یادگار، شروع کن. آبجی حسنا، تو مثل مادر منی، عزیزمی، جانمی، دوست عزیز مادرمی. اونقدر براش ارزشمند بودی که وقتی داشت از دنیا میرفت منو به تو سپرد. چی شد یهو آبجی؟ من حواسم پرت شد ماهر، دوباره بگیریم. باشه باشه دوباره میگیریم، بریم. الو خاله حسنا. باشه باشه نگران نباش. آن چی شده؟ پسرم اف چیه؟ چی؟ اف اف نمره جیلانو میگم، اف اف. چطور چی شده؟ باشه خاله حسنا من بهت میگم. چی شده؟ نمیدونم، ممکنه مامان برنامه‌مونو فهمیده باشه. یعنی درسش ضعیفه خاله حسنا؟ اف گرفته؟ تو چند تا درس؟ فهمیدم. تا الان که همه نمره‌هاش خوب بود و تقدیرنامه میگرفت. تو هم نمیدونی؟ بکشش کنار، علی ازش بپرس، حرف تو رو گوش میده. تو حرف بزن، ما بعدن با هم صحبت میکنیم. آره پسرم. باشه خاله حسنا، باش حرف میزنم، تو نگران نباش. برنج و بادمجون غذای مخصوص سرآشپزمونه. برای دسرم شکر کاراملی رو پیشنهاد میکنم. گرکم. آه، سرآشپزمونم اومد. جیوان. نوشه جونتون. ممنون. نوشه جون.
ببین گورکم، اتفاق دیروز یه تصادف بود جیوان. درست. من دیروز روز خیلی سختی داشتم. تو کنارم بودی. یهو فکرم به هم ریخت. نمیدونم. اما میدونم کار اشتباهی کردم و دیگه هم تکرارش نمی کنم. قبوله؟ بفرمایید. باشه آبجی ها چیک، ولی من از کجا مربی رقص عربی پیدا کنم آخه؟ والا تو از همه چیز سر در میاری ماهر جان. رفیق پلیس داری، هتل دار داری، رفیق نوازنده هم داری دیگه. اون رفیقا رو دارم، ولی مربی ها از کجا بیارم آخه؟ ببین ماهر، آبجی حسنا حالش خوب نیست. چشه مگه؟ مامانم رفتنیه، رفتنیه، یه پاش لبه گوره. ببین ماهر، آبجی حسنا سه تا آرزو داره. یکیش داداش جیوانه که اونو ما حل میکنه. آره، قضیه آره، خاطره رو عارفه حلش میکنه. تو به هم بگو ببینم مربی ورزشی پیدا میکنی یا نه. باشه باشه پیدا میکنم. باشه حل چیز نیست. اوسا نوبت توه. کله پوک، من چی بگم؟ والا هر چی که بهش فکر میکنی یا دوست داری بگو دیگه، مشکلی نیست. اگه میخوای واسه خاله حسنا مثلا یه شعر بخون یا چه میدونم آهنگ بخون، خودت میدونی، هر چی که دوست داری. باشه بگیر. اینجا نمیشه که اوسا، بیا بریم بیرون. چرا؟ نور اینجا یکم کمه اوسا، یعنی به کاری که ما میخوایم بکنیم نمیخوره، میدونی؟ یعنی بحث سبک فیلم برداری. حالا خودت و سبک تو. من یه کار کوچیک دارم، میرم زود برمیگردم شهر. خیلی خوب دخترم، تو برو. بیا بریم بالا بگیری. بیا. باشه اوسا حله. بفرما. جیلان تو کیفه؟ آره. باشه آبجی. جیلان تو خوبی؟ خوبم. چطور؟ بیا یه دقیقه. چی شده؟ یعنی چی؟ بین ما تنها کسی که درست و حسابی درس میخون تو بودی. جیلان اف گرفتی، همه نمرات کم شده. تو از کجا میدونی؟ اونو ولش کن تو حالا. کی بهت گفته؟ ببین جیلان، اگه مشکلی داری، اگه کاری از دست ما برمیاد بگو که انجامش بدیم دیگه. اگه میخوای با هم دیگه درس بخونیم. نمیخوام. چرا؟ قبلا که با هم دیگه درس میخوندیم. به تو چه علی؟ نمره من بوده، مگه مجبورم همیشه نمره خوب بگیرم؟ نه مجبور نیست. بعد گرفتم دیگه چیکارش کنم؟ نتونستم، نشد، چیکار کنم؟ شاید منم یه مشکلی تو این زندگی دارم. نمیشه، من نمیتونم ناراحت باشم، نمیتونم درد داشته باشم. تو کار من دخالت نکنی. جیلان آره مربی، داداش توگان، تنها شانس من تویی. داداش یه وقت آبرومو نبری و قربونت برم. باشه؟ باشه داداش، من الان فیلم برداری دارم، باید قطع کنم. خدا قوت فعلا. خب اوسا، من اومدم. ای بابا، الان باید خطاب به حسنا حرف بزنم یا یه جوری که انگار اون نیست و دارم به دوربین میگم؟ چجوریه؟ هر جور دوست داری اوسا. راحت باش بابا، چیزی که مهمه همینه. آبجی، او چیه جیلان؟ من میرم خونه و میام. واسه چی؟ هم هوا میخورم، هم اینو میذارم خونه خاله بهیه دنبالش. چی؟ من قایمش میکنم، تو نگران نباش. زود میام بابا. خیلی خوب. اوسا آماده ای؟ یک، دو، سه، حرکت. چرا؟ چشه مگه؟ حالش خوب نیست. از صبح تا حالا هی میگه میمیرم. از سقفورلا. ببین، ست آرزو داره. خدای نکرده اگه چیزیش بشه. خدا رحمتش کنه.
داداش جیوان بیا خواسته هاشو انجام بدین، تو هم بی سوال و جواب پاشو بیا. باشه یه کاری دارم اونو انجام میدم و میام. باشه بیا بیا بیا. بریم. علی. بله. این سوسو هم بزن. چشم براش بس. میری بیرون؟ آره دارم میرم بیرون. شب قراره بریم کلانتری، اونو که یادت نرفته خواستن تو بابت حمله کردن مزاحم بهم شهادت بدی. باشه میریم، یادم میمونه. جیلان. بله مامان. تو انباری چی کار میکنی دختر؟ هیچی مامان، چی کار میخوام کنم؟ چه میدونم، گفتم شاید یه برنامه چیزی برام تدارک دیدی. چه برنامه مامان؟ برنامه در کار نیست، داشتم دنبال یه چیزی میگشتم. تو چطوری، بهتر شدی؟ جیلان جان ببین، من مادر تو هم. اگه دردی، مشکلی، چیزی داشتی یا داری که بخوای به هم بگی. نه مامان جان، اینقدر گیر نده، بیا بریم. بیا دقیقاً شبیه همین خونه‌ای که شما می‌خواید. یه خونه تمیز و مبله با دو تا اتاق خواب. میتونم ببینمش؟ البته البته، فقط یه مشتری دیگه هم دارم. یکم پیش زنگ زده بود. اگه می‌خواید ما الان بریم. باشه. کی می‌خواید بگیریدش؟ همین روزا. به سلامت. روز خوش. خوش اومدید آقا جیوان. ایشون همون مشتریه که خدمتتون عرض کردم، یادگار خانم. بریم؟ بریم. بفرمایید. بفرمایید. مستجر تازه تخلیهش کرده، وسایلش تمیزه، تازه عوض شده. اینجا حاله، داخلم دوتا اتاقه. میتونم برم ببینمه؟ بله البته. آقا جیوانم فوری خونه میخوان، انگار هر دوتون عجله دارین. درسته. ببینیم قسمت چی میشه، بفرمایید. بهاءالدین عزیزم، قبل از اینکه از تو سیر بشم دارم میرم. بعد از من خیلی ناراحت نشو، چون زندگی ادامه داره. مراقب جیوان و دخترامون و حاجیک باش. یادگارم به تو میسپارم. هم دیگر رو دوست داشته باشین، به هم احترام بذارین. عارف جان. اگه یه روزی قسمتت شد و خواستی ازدواج کنی، یه وقت با گرم کن نری جلوی خواستگارا ها. جیلان جان، درس تو خوب بخون، بابا تو سرفکنده نکن. مادرتون شما را از همه چی بیشتر دوست داره. بها جانم
هیچ وقت اینو فراموش نکن. همسر دوست دارت حسنا. خیلی خوب، خونه رو گشتیم و انشالله پسندم کردید. تصمیمتون چیه؟ من میگیرمش. یادگار. فقط چون آقا جیوان زودتر اومدن اولویت با ایشونه. بهت گفتم من از اون خونه میرم، تو چرا میخوای باز خونه بگیری؟ چون منم میخوام برم. خب چرا؟ آقا جیوان چیکار کنیم؟ خیلی خوب، خونه رو بدید به یادگار خانم. مبارک باشه یادگار خانم. آی پالتوی صورتیمو میدم به تو. آبجی قربونت برم، اینطوری نکن. بیا بیا. خیر باشه مامان، این قضیه وصیت از کجا در اومد؟ بلش کن دخترم، از صبح گیر داده، همش میگه میخوام بمیرم. حسنا ببین، ماه می بهاره، درخت ها میوه میدن، طبیعت سرزنده شده. آره تو هم سرزنده باش. من دارم میرم. خدا نکنه حسنا. اومد. آچیک حالش چطوره؟ داره وصیت میکنه. وصیت؟ آره. آبجی چی شده؟ جیوان جان خوبی عزیزم؟ میخوام آخرین وظیفه‌مو انجام بدم. چه وظیفه‌ای؟ حالا خودت میبینی دست دخترم درد نکنه، همه چی رو ردیف کرد. منظورم از دخترم ها چی که اون یکی ها سرشون گرمه. ممنونم جی، ممنونم. من از تو ممنونم دخترم. کجا میریم آبجی؟ بریم بهت میگم جیوان، بریم بهت میگم. بذار این بارم بپوشمش، آخرین باره. بی بی آبجی بده. آروم آبجی. بده عزیزم. بیا عزیزم، دستم رو رد کن. فعلا خداحافظ. خداحافظ. شما چتون شده آخه؟ خونه شده یه قبرستون. چی شد؟ بالاخره اون پسر خیکی تونست یه مربی پیدا کنه یا نه؟ نه، قراره خبر بده. قراره خبر بده. من خودم وسط جامعه هنریم، از لحاظ موسیقی هم تو اوج اوجم. اون وقت تو برداشتی به ماهر گفتی برات مربی حرکات موزون پیدا کنه، قرص خبرم. تو مگه آهنگ نمیخونی؟ مربیو میخوای از کجا پیدا کنی؟ پیدا میکنم، این کارم میکنم. همونطور که بهترین هنرمند آوردم، اگه بهترین مربی دم نیارم دیگه اسمم بتال نیست. همونطور که بابا وحادی میگه بتالم. بخند دیگه. بذار اون صورت قشنگت بخند، گریه به تو نمیاد، قرص قمرم. بخند قربونه همه وجودت برم، همه وجودت. ببین دارم با چه ریتمی میخونم، هیچ هنرمندی جرأت نمیکنه اینجوری بخونه. همه وجودت. آره. آهان بخند دختر. آره همینه. من جمال گلینچ هستم، دوست بهاءالدین. البته دوست که میگم یعنی رفیق صمیمی. خب عرضم به حضورتون که بابای من سالها پیش بابای بهاءالدین کار کرده. من و بهاءالدین با هم بزرگ شدیم، سربازیمون رو با هم رفتیم. حسنا رو هم به مامانت زنگ زدی؟ اولین بار توی آنتب دیدیم.
آره، یه روز اجازه داشتیم که بریم بازار. آره، زنگ زدم ولی نمیدونستم چی باید بگم. یعنی چی؟ باقلوا فروشی. یعنی تبریک بهش گفتم. خب هدیه چی؟ میدونی وضعیت ما مثل شما نیست که عارف، فرق داره. من از این به بعد دیگه چه هدیه‌ای میخوام براش بگیرم؟ روزای خیلی زیادی رو با هم گذروندیم. من تا همین الان همیشه ازش متنفر بودم. یه بار هدیه‌ای که دوستم برای مادرش خریده بود و زدم تو سرش شکوندم، چون خودم نمیتونستم به مادرم هدیه بدم. خب الان بگی براتون توضیح داده گفت خب جاش هم نیست آخه. تموم شد پسر؟ آره تموم داداش تمار، عالی شد. ممنون داداش تمار. خیلی خوب، بریم کار داریم، بریم آشپزخونه. عارفه اوزا چطوره؟ خوب آبجو، یادگار تقریبا دیگه تمومه، فقط عمه ها موندن، از اونا هم باید بگیرم. تو چطوری؟ انگار امروز حالت خوب نیست. نه عزیزم خوبم. مطمئنی؟ ولی من همه چیزم رو به تو میگم ها. بذار امروز رو بگذرونیم، بعدن حرف میزنیم. خیلی خوب. چطور شد؟ عالی شده. خاله حسنا شب اینو ببینه مطمئن باش دیوونه میشه. تو چت شده؟ هیچی. خاله حسنا زنگ زد گفت جیلان امتحاناشو خراب کرده. خب انگار دلش پیش یکی گیر کرده داداش. میگه میخوام زندگیمو از نو بسازم و این حرفا. باید سر از کارش در بیارم. بذار زندگیشو بکنه داداش. تو هم امروز فردا قراره نامزد کنی دیگه. اگه کمکی بتونیم بهش بکنیم مشکلی نداره. ولی دیگه راهتون از هم دیگه جدا شده. نشده؟ داداش این از تایلند جدا شدنی هم اینجوری نشده بود. علی چیه داداش؟ جدا شد دیگه، میدونم. یه چیزی بهت بگم، جیلانی که من میشناسم به این راحتی ها وا نمیده. فکر کنم این بار دیگه واقعا عاشق شده. بیا بریم، بیا. من اینجا درس خوندم آبجی. آره همیشه میگفتی من وقتی فارغ التحصیل شدم حتما باید به جشنم بیای آبجی. ولی تو نیومدی، منم نرفتم. بعدم که رفتم ایتالیا. از وقتی اومدی استانبول فقط یه چیز از من خواستی، ولی من اونم برات انجام ندادم. خیلی سال گذشته آبجی. آره جیوان، منم دلم خیلی تنگه. پاشو بیا بری. میخوای چی کار کنی؟ تو بیا بیا آبجی. بیا بیا. هر سال ماه می همش میگفت میمیرم، ولی تا حالا اینجوری نشده بود. آره والا، ولی رنگ و روشم سفید شده. میگم آه، ببریمش دکتر. آها، بریم بگیم بابا بزرگ و مامان بزرگم تو ماه می مردن. نه اینجوری که نمیتونیم بگیم. یه چیزی پشت این ماجرا در میاد. من تو این همه سال انقدر بی حال و حوصله ندیده بودمش. نکنه بیچاره راست میگم؟ میگم میخواید ماجرای شب و زودتر بهش بگی؟ آره بیچاره خوشحال میشه. بیچاره خیلی ناراحت بود که چرا دختران برام هدیه نگرفتن. پس بگیم دیگه. باشه پس بهش میگیم. نه امی، تا شب کم مونده، صبر کنین قافل گیرش بکنیم، خیلی بهتره. اینم راست. ببینید آبجی سه تا خواسته داشت، یکی جیوان بود که حلش کردیم، قضیه خاطره هم با شماست. خب چی مونده؟ میمونه تمرین ورزشی، اونو حلش کنیم تمومه دیگه، تموم میشه. تشکر کن ببینم. خیر باشه. تو تا حالا چی گفتی و بتال انجام نداده ها؟ چی گفتی و من پیدا نکردم؟ گرد سه خبره. مربی حل شد. مربی نه. پس کی؟ نورهان دیامجی اغلو. آره وای. استاد مسلم حرکات موزونه، آواز خان قهار، نورهان دامجی اغلو. یکم دیگه میرسه اینجا. کامینگ سون. خودوی من. آره حالا تشکر کن. دست های دلم ها. بیا بیا بیا. وای 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 وای، چقدر تو این حیات میدویدی. نه تو پسر خوبی بودی، تا کسی اذیتت نمیکرد کاری به کارش نداشتی. آره تو اینجوری فکر کن. ولی خیلی خوب بود، روزای قشنگی داشتیم.
با هیچ کدوم از اونا در ارتباط نیستی؟ جشن فارغ التحصیلی که اونجوری شد، بعدم که رفتم ایتالیا با اون وضعم نه آدرسی از کسی گرفتم نه شماره، همشون رفتن دیگه. این دیگه چی آبجی؟ کلا. چه کلاهی؟ بذار سرت. دیوونه شدی آبجی؟ زشته زشته به کسی که یه پاش لبه گوره اینجوری نگی. باشه باشه. اینم بپوش. این دیگه چیه آبجی؟ من دیگه خرس گنده شدم. اگه به وقتش میشد بهتر بود، ولی عیب نداره. بعدا نمیگی آبجی منو نبرد جشن فارغ التحصیل. آبجی بپوش بپوش. تو قرار نیست جایی بری، چرت و پرت نگو دیگه. اگه یه ذره برات ارزش دارم. باشه باشه گریه نکن. باشه تو گریه نکن، میپوشم. باشه بپوش. ای خدا. دستمال گردنم اینجا. آبجی اون دستمال گردن نیست. دستمال گردن نیست آبجی. ببین باید اینجا بچسبونش. ای خدا. چقدرم که با کلاسه. خدای من، مگه میشه لباس فارغ التحصیلی انقدر به کسی بیاد؟ خیلی قشنگ شدی. چشاشو ببین، سبز سبز شد. شلوغش نکن دیگه آبجی. عکس بگیریم. سلفی رو میگی؟ آره. پس وایسا وایسا بگیرم. وایسا. ربات آشپزخونه چطوره؟ تازه سه تا کار مختلف هم انجام میده. اولین باره میخوایم واسه مادرت هدیه بگیریم. آهه خیلی خوب، اینم به کارش میاد دیگه، ربات خوب. به نظر من خانوما از اینجور چیز خوششون نمیاد. ربات آشپزخونه و گوشی رو خودشون قسطی میخرن. به نظرم چیزای روحدارتر بهتر باشن. آها فهمیدم فهمیدم فهمیدم. پس چی بخریم؟ مثلا یه علنگوی باریک براش بگیر، اسمش هم توش بنویس. یا یه قاب عکس که عکست هم توش باشه. ها به نظر من اینا خیلی قشنگ ترن. آره 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 خوشخنده. من وقتی از زبونت تو شنیدم به نظرم بهتر اومد. دقیقا همین رو میگیرم. تصمیم گرفتی؟ نه ما بریم یه دوری بزنیم برمیگردم. ای خدا بخواد. خیلی خوب باشه. خسته نباشی. تو هم بیا دیگه بابا. نمیشه دخترم، هدیه رو تو میخوای ببری. اما بهاءالدین تو هم دعوت کرده. تو داری به جای من میری دیگه. تو نمیای؟ نه ایپک جان، اینجوری بهتره. تو از طرف من روز مادر رو به همه تبریک بگو. کاش با هم جشن میگرفتی. از کجا بخریمش؟ آها ببین این علنگو باریکه خیلی خوبه. اون؟ خوشش میاد؟ آره بابا چرا خوشش نیاد؟ ممنونم عارفه. کاری نکردم که. نه جدی میگم. خیلی خوب بسه دیگه. باور کن قبل از تو من اصلا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. به خدا نمیدونستم. خیلی ممنونم، جبران میکنم. این چه حرفیه؟ بیا بریم. بیا رفتنی هم فیلم تو رو میگیریم، برای تو از همه بهتر میشه، بهت قول میدم. آبجی جان دلم، کاری که امروز برام کردی یه دنیا ارزش داشت. ممنونم ازت عزیز دلم. داداش جیوان داداش جیوان چی شده خوشتی؟
ما رو میبری هدیه بگیریم؟ چه هدیه ای؟ میخواییم برای خاله حسنا و مامانم هدیه بگیریم. آخه یارین بدون اجازه مامانتون؟ لطفاً داداش جیوان. خب اگه اجازه بگیریم که دیگه غافلگیری نمیشه. لطفاً. خیلی خوب. بیاییم بریم. بریم. عمه ها جیوان رو بردم مدرسه قدیمیش. کلاهش رو پوشید، لباسش رو پوشید، انگار آب رو آتیش ریختن. حالا دیگه بخند دخترم. ببین همه دارن این پروانه دورت میچرخن. آره، حالا کار داداش جیوانم حل شد، ترانه هم دیگه حله. چه ترانه ای؟ والا بابا نستا، من نمیخوام با غیر و غمیش و اینجور چیزا میونم و با بهاجون خراب کنم. آخه اگه قراره یاد بگیری باید درست حسابی یاد بگیری. آماده باش، اورهاندام جوغلو داره میاد. چی؟ دختر بهاءالدین منو میکشه. بلکن بابا، حال تو باید خوب باشی. چی بپوشم؟ چی بپوشم؟ چی بپوشم؟ ردیفش میکنی؟ نگران نباش آبجی جونه. بجم مامان جون بجم، اون هنرمنده نمیشه منتظرش گذاشت. باشه بریم. پس هر کاری خواستم و انجام دادی. آره دخترم انجام میدم آبجی، تو بخوای من دنیارم به پات میرسم. فعلا از ستا دوتاش حل شده، حالا نوبت آخری رسیده. آخری چیه؟ میدونم از انتظار خسته شدی، شاید نتونم به ثروت و دارایی بدم، ولی میتونم عمرم رو بدم. تو اگه بخوای همه دنیا رو برای برآورده کردن خواستت به صف بکنم. من امارتش رو دیدم، دیدم که دلم میخواد اونجا باشم. دیدم اگه همه اینا رو پس بزنم تا آخر عمرم نمیتونم خودم رو ببخشم. تصمیمی که تو نبودنم گرفتی و قبول ندارم. ما به هم دیگه تعلق داریم، بریم به جایی که خوشبخت بشیم. عقش در نوروز 1402.